من صحبت هم میخوام این برنامه امشب با این شیشتا پلش یا تعدادی از این افراد که همین الان حسین الله کرم همین حرف رو میزه این شیشتا همین حرف رو میزه یعنی حالا اینا تلاش میکنم تر بگن حالا حسین الله کرم خیلی راحت گوگو آقا این چیزه این در حقیقت حیفا این هم تلاوی چند تا موشک میزنیم کار تموم میشه کار تموم میشه ریلکس اوکی. تمام صحبت های این افراد یک سال من دارم گوش میکنم چون کارم اینه گوش میکنم شما گوش نکنید واقعا حیف گوشتون من کارم اینه باید گوش کنم ببینم که اینا چی دارن میگن که بتونم که توی این برنامه‌ای که میسازم یک بخش جدی از برنامه‌ای من بر هم زدن نقشه های جمهوری اسلامی و حرفاشونه حرفایی که اینا توی این یک سال من بتونم بگم واقعا چند هزار ساعت از حرفای اینا رو گوش کردم توی یک ساعت بیبی توی یک سال اساسا حرف اینا اولا که یک سال پیش اینا میگفتن تحلیل تمام این جماعتی که داری میبینی میومدن و میگفتن که خب ما اسرائیل الان حماس زده طوفان الاقصا اتفاق بزرگیه تلاش میکردن برای طوفان الاقصا ابتدا دلایل مشروع درست بکنن چون کاری که در طوفان الاقصا شد یک عملیات تروریستی غیر قابل دفاع اول تلاش کردن اینو براش بتونن دلایلی بیارن که بتونن مشروعش بکنن بتونن توضیحش بدن بتونن موجه کنن. در موجه سازی اصل عملیات اینا شروع کردن پروپاگاندای رسانه‌ای شبا اون علیز برنامه میساق قیافه‌ش نگاه کن خاک دوستا تریاکی بدبخت این مثلا دیگه بیشترین فعالشون این بود این علیز که تلاش میکرد که با بیشترین برنامه موجه سازی بکنه بقیهشون هم حالا خذاب اینا بقیهشون یا این مرتی که علم ساله این خیلی داره تلاش میکنه که اقدام تروریستی 7 اکتبر را ابتلا خواستن موجه سازی کنه با پروپاگاندا با حرف درمانی با استدلال درمانی با حرف صد من بی سر بعد از موجه سازی از هفتم اکتبر بعد حالا خواستم بگن که آقا نه ما این جنگو برنده میشیم دستاورد داریم تا قبل از 28 اکتبر که اسرائیل ورود زمینی کنه رفتن تو اون خط که اسرائیل داره جو درست میکنه آقای نتانیاهو جرأت حمله زمینی به خاک غزه رو نداره ما بعد این اتفاقات تو این یک سال یادمون بیاد که همین 6 نفر که حالا عکسشون هست و بقیه این افراد از این جنس نه آقا ببین نتانیاهو داره بلوف میزنه این میگه میخوام حمله کنم به خاک غزه که امتیاز بگیره تماما تحلیلشون این بوده بلکه نه نتانیاهو واقعا وارد خاک غزه شد اینا شروع کردن ببینید نتانیاهو درست وارد خاک غزه شده ولی آستانه تحمل اسرائیل بیشتر از واقعا دو ماه نمیتونه بجنگه دیگه حالا یه ماه هم ما پر میذاریم روش وید خطاب خیلی جالب بود میگم ببینید جنگ 33 روزه 33 روزه دیگه اینجا بگیم دو برابر بشه دو ماه و چند روز من یک ماه هم میذارم روش نه حتی سه ماه میتونه اسرائیل بجنگه دقت همیشه هم اینجوری صحبت میکنن دیگه میگم اونجا که یک ماه جنگیره تو جنگ لبنان یه ماه هم من میذارم چی اینجا بگیم حالا دو ماه یه ماه هم حالا ارفاق سه ماه بیشتر از ما که اسرائیل ببینید وضعیت جی پی تی وضعیت اقتصادی وضعیت الان روانی خانواده گروگان ها وضعیت اسرائیل در بود جهانی همه این دلایل و اون علم ساله و آقای وعید خذاب و آقای علی و اینا رو که بیشتر دنبال کردم تمام این دلایل هم میچیدن کنار همدیگه آقا ما تحلیل گریم دیگه این در میگه دیگه علاوه بر اصلا تاریخ تاریخ سوم چهارم نوامبر 2023 برید برنامه اینا رو نگاه کنید اینجا معلوم میشه کی درست میگه تو بچه مذهبی که پای صحبت های اینا هستی اون اینجا معلوم میشه تحلیل ها چیست در زمانی که در سوم چهارم نوامبر من برنامه داشتم میساختم میگفتم که اسرائیل جنگ و سالها طول میده اینها رو نابود میکنه رهبراشونو میکشه اینها همون شب میشستن میگفتن ببینید بذارید ما دلایل رو بیاریم جنگ سی و, سی و اینجا بگیم دو ماهه یه ماه هم بگیم بیشترین آم... آمریکا کمک کنه به اسرائیل سه ماه میجنگن سه ماه می جنگن و کلا به خاطر حالا فشار اقتصادی، فشار روانی خانواده رو... خانواده گروگان ها، فشارهای بین المللی و و و و و هزار تا و می آوردن که اسرائیل آستانه تحمل جنگ بالای سه ماهو نداره. خب این تحلیل همه غلط در اومد برادر. مینی شونبول شما هنوز نرفته لای در بر شما هم میره به یاری خدا و همه این تحلیل ها غلط در اومد تا امروز آی جمهوری اسلامی اینو گوش کن کسایی که در حکومت هستید میدونم برنامه منو با دقت رصد میکنی الانم نشستید انقدرم بی غیرت هستید که یک دیسلایک نمی کنید حداقل اگه اعتقاد به شیعه داری دارم میگم شاشیدم تو حلقه تشنه امام حسین امام سوم شیعیان و حداقل یه دیسلایک بزن یه دیسلایک بزن یه غیرتی یه کاری در راستای دینت بکن اما 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 آی جمهوری اسلامی حرفم خوب گوش کن که اینا دارن تو چاه میبرنت که ببرنت کوره باباد من دارم کار خودم میکنم من کارم اینه که وضعیت موجود رو تحلیل کنم و بی تحلیل های شماها رو بگم شما که حماقت میکنی شما البته بهت میگم جنگم نکنی بالاخره به یک مسیری رو رفتی اقدامات سیاسی رو کردی که امروز هر سیاستی برگزینی تایی سقوط میکنی تو این شک نکن بس بر سر اینه که چجوری سقوط میکنی با شدت یه خود آرومتر اینا دارن تو رو مسیر با شدت سقوط کردنت دارن میبرن خیلی سخت و سنگین میخوام ببرنت به یک سمتی که یه سقوطی بکنی که دیگه نتونی از جات بلند شی. اما در کنار این قضیه که تمام تحلیل های این جماعت غلط در اومد بعد در جنرد جنگ لبنان میگفتیم آقا حزب الله لبنان نتونست معادله ای رو عوض بکنه در مورد جنگ غزه چیکار داره میکنه آقای علی عبدی اگه یادتون باشه با وقاحت نشست گفتش حزب الله داره مقداری های اسرائیل رو میزنه و قیمت تخم مغ در تل رفته بالا که حتی اون موقع خدایش همین علی با همه این بی که داره به علی عبدی گفت این هفت توهین به شعور نیست که حسین پاکم پرید تو وسط حسین پاک هم تو برنامهشون بود برگشت بهش گفتش نه خیلی خوب و عریض خفه کردن اونجا یه دقیقی که علیز این مدت داره یه خود تنهایی برنامه میسازه برای که دیگه داستانها غیر براشون چیز شده که اون دوتا صدای عریض خفه کردم. برای خیلی چپ کرده خود عقلش از اینا یه کوچولو بهتره و اونو خفه کردن گناه آخو نمیفهمی که ما قیمت تخم مرغ توی اسرائیل بردیم بالا و من همیشه این سوالو می‌کردم از اینا و اینا هزار تا توجیه می آوردن. سوال من خیلی ساده بود. که آقا شما چهار تا مقداری دارید میزنید شست هزار تا اسرائیلی رو از خونهشون آواره کردید به ازای چی؟ اون موقع آوار شدگان جنوب لبنان 150 هزار نفر بود هنوز به یک میلیون و تا که خب مالی یه ماه اخیره الان که شد یک میلیون و 500 هزار تا ولی اون موقع 150 هزار تا ما آوار یعنی دو, دو بالای دو برابر آوارگان اسرائیل اینا آواره داشتن با این تفاوت که آوارگان لبنان کسی رو ندارن آوارگان اسرائیل الان در هتل دارن زندگی میکنن و یک حقوق بیکاری دارن دریافت میکنن ابیمو اینا بالاخره یک توی سوئد بهش میگیم بیدراگ یک بیدراگی دارن بالاخره از دولت اسرائیل میگیرن با این تفاوت من گفتم چون دارید براش چه هزینه میدید حالا فارغ از اینکه 150 هزار تن, تن از مردم جنوب لبنان آواره شدن شما در این رهبراتون کشته میشه این به چه ازا به چه هزینه ایه توجیات می آوردن حرفای اصلا صد منیه من گاز من میگم من هزاران ساعت حرفای اینا رو گوش کردم تو این یه سال حرفای صد منیه گاز و الان هم رسیدیم به این ایسکایی که آقای زاهدی رو که زدن اینا گفتن آقا ما بر حمله نظامی کنیم من اون موقع حالا مطمئن نبودم موشکای اینا تا چقدر دقیق اینا برگشت هم گفتم اگر موشکات کشنده نباشه اگر عملیاتی کردی خون از دماغ اسرائیل نیومد در بازی بازدارندگی تو مجوز میدی به اسرائیل که تو خاک ایران حمله کنه من نمیدونم من تو وعده کاذب یک گفتم من نمیدونم واقعا اون قدرت موشکی چقدره چیزی که تو تا الان گفتی گفتی موشکات خیلی خفن و نقطه زن و ایناست خب من نمیدونم شما بعد این عملیات رو بکنید بشه نظر دارید خب عملیات انجام دادن و شد نظر بدیم عملیات وعده کاذب یک خون از دماغ هیشکی نمیاد و طبق پیش بینی من که تو این برنامه با بچه تیم رو دست داشتیم گفتیم که از این بعد عملیات تو خاک ایرانه خب تو خاک ایران بود اومدن هنیه رو زدن ما گفتیم تو وعده کاذب دو تازه وعده کاذب یک موشکایی نه اصلا نرسید به خاک اسرائیل فقط پنج مورد خود به برو بیابون وارتان مرسی تو وعده به دو گفتیم اگر دوباره کشته نگیری فلا نکنی ال نشه فقط موشک بزنی موشک بخوره بخوره به در و دیوار و اینا حتی این فایل این بازدارندگی ایجاد نمیکنه خب وعده کاذب دوشون رو تلاش کردن با موشک هایپرسونیک بزنن نسبت به وعده به یک که اصلا نرسید به خاک اسرائیل این سری هایپرسونیک ها خب خیلی هاش به مرز اسرائیل رسید خب تو آسمون منهدم شد ولی 45 تا به هر حال خورد. ولی همینایی هم که خورد نقطه زن نبود با 500 متر 400 متر 200 متر فاصله خورد و البته قدرت انفجاریشونم هم اونطوری که باید و شاید خب نبود برای خاطر اینکه اینا مجبورن سر جنگی رو کم بکنن که بتونه این موشکا برسه قدرت انفجاریشون هم همچین نبود و اینجا هم گفتیم اسرائیل پس مطمئن با شدید تر و اسرائیل اینها رو این دفعه شدید زده اونم به شکلی که اینا اگه یه عقلی داشتن 300 ها رو سالها پیش باید عوض میکردن دکترین پدافند هوایشون رو سالها پیش باید دگرگون میکردن زمانی که ویکیلیکس دوازده سال پیش در سال 2012 1390 در اسفند 1390 اسناد ویکیلیکس منتشر شده که آقا کدهای اس تو رو روسیه داده به اسرائیل به جاش کدهای پهپادهای گرجستانو که گرجیا از اسرائیل خریده بودن از اون دریافت کرده تاق زده شما رو کارت بازی بودی تو رو به عنوان ایران تاق زده با اسرائیل اسرائیل هم گرجستان رو تاق زده با روسیه با هم معامله کردن شما و گرجی ها رو با هم معامله کردن اطلاعات گرجستان و اطلاعات ایران و روسیه و اسرائیل با هم مبادله کردن تو بعد از 12 سال اگه یه عقلی داشتی به جای خونی و به جای مدداهی تو میدان فلسطین که آی ما اسرائیل رو مثلا نابود میکنیم این حرفای مفت رو میزدی پدافندت تو میتونستی عوض کنی و غیره پس این نشون میده عقلانیتی هم در این حکومت وجود نداره صرفا حرف مفته برنامه ایجابی نداری صرفا واکنش ها واکنش های سلبی است حالا در این نقطه وعده صادق دور انجام دادید طبق پیش ما اونا بیشتر زدن یه تحلیلی این جماعت دارن که الان زبان سادش از آقای حسین الله کرم شنیدین که آقا ما میریم حیفا رو میزنیم فلان رو میزنیم و, اید. و البته در این حال هم گفتش که کسایی که دو داخل ساز مخالف میزنن رو بازداشت میکنیم همین حرف ها خامنه ای زن. و البته صحبت این دلگه کار رو گوش کنیم علیزی که تو لندن درخواست بازداشت افراد برها تحلیلگران نزدیک به اسرا طلب و غیره ای که میگن نباید حمله کنیم و میگه میگه آقا در به اسم امنیت ملی بعد اینا رو بگیم بگیریم. بگیریم بگیریم بازداشت کنیم در حالی که به اسم امنیت ملی باید وعید خذاب بازداشت بشه باید علی ابدی بازداشت بشه باید آقای علی سمدزاده باید, باید وعید خذاب حروم و کسانی که میان تو برنامه علیز اینا بازداشت بشن برای اینکه داستان اینه که اینها الان میگن که ما حرف حسابشون اینه میگن ما باید یک پاسخ شدید بدیم به اسرائیل و اسرائیل بفهمه وارد جنگ جدی شده یا معصومی زاره این آدم که این یکی از تحلیل های اینه که بقیهشون دارن حالا بیشتر روش کار میکنن این و علی سمجزاده اعتقاد دارن ما به جای اسرائیل و خود آمریکا رو بزنیم که آمریکا وقتی که ببینه پایگاه ها شما داریم میزنیم دو دو تا چارتا میکنه که آقا این دارم هزینه میدم برم جلو اسرائیل رو بگیرم جنگ تموم شه چجوری اینها به این فکر رسیدن برام خیلی سواله این سوال جدیه چون این بچه هم میخنده که تو اگه آمریکا رو بزنی آمریکا بره گوش اسرائیل بپیچونه بگه دیگه کاری نکن این حرف کودکانه است که این آدم تو صدا و سیما میگه این آقا جزء تحلیلگران و جزء محققین جریان حزب اللهیه که الان در جنوب لبنان و داره کار خبرنگاری میکنه این حرفا رو وعید خزابی میگه که تو بیت رهبری میره اینا علی علیزاده میگه که بالاخره دارن 24 ساعته میبرن که و سیما حرفا رو علمی میگه که میگه من استاد دانشگاهم و اون علی عبدی که کارشناس صدا و سیماست. چطور این حرف و اینا دارن میزنن که آقا ما اگر اسرائیل رو محکم بزنیم یا اگر آمریکا رو بزنیم اینا به این نتیجه میرسن که دیگه بیخیال شن نه بیخیال که نمیشن هیچی بر اساس دکترین آقای نتانیاهو که چهل سال موفق نشده چهل سال نتانیاهو خیلی ساله من هر زمانی که این نتانیاهو رو دیدم دنبال این بود که آمریکا رو با خودش همراه کنه به ایران حمله کنه هیچ وقت هم آمریکا زیر بار نمی رفت سر داستان برجام هم تنها فرد این چیه یک نفر تو دنیا اسمش بشم نتانیاهو سر داستان برجام هم تنها فردی که تو دنیا صداش در من نتانیاهو بود میگه نه با جمهوری اسلامی معامله کرد بعد با من همکاری کاری موازه هسته یه جمهوری اسلامی رو بزنیم آقای نتانیاهو به درستی و به خوبی میدونه که شاید توانایی زدن هسته ایرانم ایران هم به تنهایی نداره تمام تمریناتی هم که تا الان انجام داده بودن علی جمهوری اسلامی در خاک قبرس بود در آسیا یعنی خاک حرف اشتباهی آسمان قبرس بود چندین بار حمله و عملیات علیه جمهوری اسلامی رو اینا در آسمان قبرس اومده بودن و تمرین کرده بودن هیچ وقت عملی نکرده بودن حالا حماقت و تحمیل این جماعت که ما باید درگیری مستقیم پیدا کنیم با اسرائیل برخلاف اون دکترینی که سالها اینا میگفتن که آقا آیه علیزاده آیه سمرزاده آیه خذاب پوفیوز ما برای چی داریم پول این محور مقاومت رو میدیم چرا داریم این پول رو چرا از گلوی زن و بچه ایران داری میزنی چرا داری پول نفت ایران رو میفرستی لبنان و غزه حرف حساب اینا این بود که آقا ما این پول داریم میفرستیم به جاش امنیت شما رو داریم تعمین میکنیم در جنگ ایران و عراق ما در خاک خود با سرباز خود و البته با زیر ساختای خود درگیر شدیم با عراق و هزینه ای که عراق رو دوش ما گذاشت تو سرزمینمون بعد از جنگ همچنان جهاد سازندگی نتونسته خیلی از مشکلات رو حل کنه و ما خیلی از ها و شهرامون بمباران شد زیر ساختمون بمباران شد ما جنگ و امروز بیرون مرزها بردیم با سرباز غیر ایرانی داریم بازدارندگی ایجاد میکنیم که در ایران جنگ نشه یعنی این بهانه ای بود که چماقی بود تو سر ماها میکردن البته اگه در راستای منافع ملی باشه کاری درستیه که آدم گروه های نزدیک به منافع ملی خودش و کشور خودش رو بیرون از مرزهای خودش سازماندهی نظامی کنه آقای رابرت کاپلان یکی از بزرگترین به هر حال تمدن میگه که آقا هر تمدنی نیروهای نزدیک به خودش رو کیلومترها بیرون از مرزهای خودش به صورت میلیشیایی و نظامی سازماندهی میکنه برای این حرفا درسته که این نیروهای میلیشیایی و نیروهای نظامی تأمین کننده ی امنیت ایران باشه در حالی که اینا اصلا سازمان فکریشون این نیست با نگاه شیعه اولا خودشون ضد ایرانیان دارن منابع ایران را توهی میکنن و البته اینا چجوری این همه هزینه میکنن در خارج از کشور ولی وقتی که حماس واقعا میخواست هفتم اکتبر را انجام بده با اینا مشورت نکرده این چه پراکسیه خودشون هم که میگن آقا اینا پراکسی مون نیست ما با هم متحد شدیم دیگه بدتر غلط کردی پول مملکت منو به خاطر اتحاد با چند گروه تروریستی که خارج از قالب اون سازماندهی گروهای میلیشیایی در راستای امنیت ملی و در حقیقت منافع ملی در چارچوب تمدن شناسی رفتی یه گروهی تروریستی رو هم ایجاد کردی هم پولشون رو میدی هم حرف شنوی ازت ندارن حرف شنوی هم ندارن به جز حزب الله بیشتریاشون ندارن حتی شیعیان عراق اینا هفت شنوی ندارن خب یه عمر تمام این افراد تحلیلگر تو سر ما زدن که آقا ما همه پول دادیم به این گروه ها به جاش جنگ و بیرون از مرزهای خودمون با سرباز غیره الان چی شده دقیقا این دکترین برعکس خودش عمل کرده اولین داستانی که پیش اومده حالا ما به خاطر اینها در خاک خودمون داریم درگیر میشیم در تهران داریم درگیر میشیم با اسرائیل این از این قضیه و شماها با این حرفی که آقا ما باید هی اسرائیل بزنیم روی اسرائیل رو بیشتر باز کردی و اسرائیل عملیاتی که انجام داد دست کم برای اولین بار به جای تمرین کردن در آسمان قبرس به صورت واقعی در آسمان ایران تمرین کرد به همه اهدافش هم رسید که اگه نرسیده بود لوات نشانت بعد 24 ساعت نمی اومد بگه که کوچک نمایی نکنید صدای خیلیاتون در نمیاد حالا حرف اینها یک چیزه میگن که آقا ما باید محکم اسرائیل بزنیم در کنارش آمریکا هم باید بزنیم که جنگ تموم بشه این این حرف خنده داره که مرغ پخته خندش میگیره دیگه نمیخوام بگم که آقا از نظر توازن فناوری از نظر توازن تکنولوژی از نظر توازن تسلیحاتی و البته بازدارندگی که احمقای بیشور فقط موشک که نیست ببینید مگه الان عربستان موشک داره آنچنان که بازدارندگی ایجاد کرده نه اما اقلانیت داره که بعد از سپتامبر 2019 توش خیلی هم اکتیو شده عربستان امنیت داره چی امنیت داره به خاطر که بعد از سال 2019 اقلانیتش اکتیو شده چیکار کرده وقتی که دید که بنیه دفاعش اولا خب آدم زیاد نداره تو جنگ یمن متوجه شد که اصلا نیروی ارتشی به صورت نیروی انسانی زیاد نداره بعد بره از آن سوی آبهای دریای سرخ مزدور استخدام کنه از اریته از سومالی اینا یک سری مزدور استخدام کنه درگیر با مثلا حوثی‌های یمن به این نتیجه رسید برای بازدارندگی خودش چیکار بکنه یکی از ابعاد بازدارندگی اینه ابر ها رو شریک کلان اه... کارهای اقتصادیش بکنه کارهای کلان اقتصادی که آقای محمد بن سلمان داره رامین وارتان مرسی و این کارهای کلان اقتصادی عمر روسیه رو شریک کرد چین رو شریک کرد خود آمریکا یک بخشی شریکه چون آقای محمد بن سلمان گفته تا سال 2050 به خاطر آب و هوای خوبی که خاور میانه داره من کاری میکنم که مردم اروپا مهاجرت کنن به خاورمیانه و عملا هم داره این کارو میکنه میبینید که آقا مثلا رونالدو بخشی از زندگی جدیشو آورده اصلا خونه اصلیشو خریده تو عربستان اصلا زندگیشو داره میاره اینجا چون با یک هوشمندی از افرادی مثل رونالدو اینا یا مالیات نمیگیره یا مالیات بسیار کمی میگیره برخلاف اروپا یعنی یکی از راههای فرار مالیاتی از اروپا و آمریکا اینه که عربستان داره یک فضا ایجاد میکنه آقا اینو بزرگ بیاد کشور من زندگی کنی مالیاتم نمیخواد بدید بی بی عزیز مرسی و کاری کرد که الان تو یه جمهوری اسلامی جرأت داری بر عربستانو بزن نه تو خود عربستان تو عربستانو بزنی نه با آمریکا بجنگی اوکی روسیه و چین پدرتو در میارن چین میگه مردی که اون دیگه عربستان نیست اون مکان سرمایه گذاری منه روسیه میگه اون عربستان نیست اونجا الان خاک سرمایه گذاری منه تو داری سرمایه منو میزنی اگر تو به عربستان حمله کنی من در ابر پروژه های هتل و غیر و ابر پروژه های سواحل عربستان که دارم با شریک میشم ابر پروژه های توریستی که دارم با عربستان شریک میشم فردا توریست نیاد من چین ضرر میکنم پس تو داری به من چین حمله تو داری تو محل کسب من چین بم میزنی موشک میزنی اول آقای بیشی شما شیشتا تحلیلگر حرام لغمه ای که من گذاشتم چرا فکر میکنی بازدارندگی فقط پرتاب موشکه پرتاب موشک یکی از هزاران معلفه های بازدارندگی است نه تنها و در کنار کلی عوامل باشه الان عربستان موشک نداره تو جرأت داری بهش موشک بزنی نداری که چون اگر الان بهش موشک بزنی به محل کسب روسیه و چین اومدی موشک زدی یعنی داری سرمایه چین و روسیه رو خراب میکنی روسیه و چین هم که فعلا بتن میزنن پارت میکنن این باز بازدارندگی درود بر آقای محمد بن سلمان سیاست ازش برید یاد بگیرید پشم باستن آقای محمد بن سلمان ای کاش که یک دونش رو صورت این مرتکه خامنه ای بود به خدا خیلی مسائل حل میشد عقلانیت رو نگاه کنی عقل همه چیز زور و بازو نیستش که اسرائیل آمریکا رو داره دنیای غرب رو داره اقتصاد قوی رو داره چهار جا تو بزنه تو با اون وضعیت نحیف اقتصادی وارد جنگ بشه دست کم یه سال دو سال وارد جنگی شکم مردم رو میتونی سیر کنی وضعیت اقتصادی مردم رو میتونی جنگ فقط پرتاب موشکه نه مدیریت جنگ هم یک بخشیه آقا اینی که شما برمیگردید میگید که جمهوری اسلامی بزنه جنگ تموم میشه اینا کجاتون وردید؟ بعدم میگید اتمی باید بشیم معلوم نمیگم بشیم یا نشیم و بحثی ندارم ولی میگید اتمی بشیم کسی ما رو نمیزنه مگه شما پاکستان رو نزدید بعد پاکستان هم سرویستون کرد مگه شما همین الان مگه اسرائیل اتمی نیست مگه تا الان دو بار وعده کاذب نکردی بهش حمله نکردی خب اتمیه دیگه چطور اون الان اتمیه شما میتونید بزنید شما اتمی باشی کسی نمیتونه بزنه آها چون خری با اولین حمله ای که بهت میشه اتم میزنی بعد چرا فکر کردی وقتی که دانشمند هستی تو خونه مامانش مامانش اینا تو خونه مامانش اینا رفته میتونن ساعت خونه مامانش اینا رو بدونن ترورش کنن فخری زاده رو چطور فکر کردی اون رفت و آمدش به خونه مامانش رو انقدر دقیق فهمیدن فردی که رسانه ای نبوده فخری زاده اینجوری شناسایی کردن چطور فکر کردی به اون همه وضعیت بد اقتصادی که خیلی از کسانی که تو حوزه هستی هستن و خیلی هاشون هم خودشون رو میفروشن به خاطر یه اقامت و اینا میدونی من خودم چقدر آدمایی دیدم یا پیمانکار بودن یا چیزی بودن در حوزه هسته ای الان در سوئد زندگی میکنن در اروپا زندگی میکنن همه اطلاعاتتون فروخته شده چجوری شما میگه هسته ای درست کنید قبل از اینکه آمریکا و غیره همه جاتونو رو بمباران نکردن و الان ترسام ریخته شد این سری زد توی موشکاشو زد توی کوها آنچنان مردم ندیدن البته ترسا ریخته شده تو تو ادامه استخوناتون خورد میشه حرفم در اینه. این افراد به عنوان تحلیلگر که انقدر دور هستن از رال پلیتیک و واقعیت های جاری چون تحلیل باید مبتنی بر واقعیت جاری باشه در غیر این صورت مدداهیه در غیر این صورت رفتن پا منبره در غیر این صورت حرفای آخوندیه هیچ فا... هر چقدر هم قشنگ صحبت کنی فاقد ارزشه که کل این شش تا رو بریزی تو چرخ گوش اندازه یک دقیقه من نمیتونن شیرین و خوب صحبت کنم. چه تعریفی از خودم گران دهنم سرویس اما فارغ از اینکه توانایی صحبت کردن من انتازه علی داره تلاش میکنه ادای منو در بیاره خیلی فاصله داره مرتی که نچسب. حرف حساب اینه یا اینا خیلی افرادی هستن به خاطر ایدئولوژیایی که دارن کور شدن کامل که این حرف کودکانه رو میزنن که آقا ما باید پاسخ اسرائیل رو محکم بدیم و اینجوری سطح تنش رو ببریم بالا و اسرائیل بالاخره یه جا کوتاه میاد این حرف خنده داریه اونم برای کسی که دارای یک قدرت فناوری تکنولوژی مطمئنا پله آخر اون تو واکنش زنجیره‌ای خواهد ایستان. اون خواهد ایستاد یا اینا خیلی ایدئولوگن که دارن این حرفو میزنن واقعا کورن نمیبینن واقعا این حرف که یا مورد دومی که من الان واقعا تو شک افتادم بخشی از این افرادی که دارم نشون میدم اینا آنوسی هستن احتمال داره یعنی یهودیایی هستن که مجبور شدن مسلمون بشن و یواشکی مناسک یهودی رو دارن اجرا میکنن یعنی در راستای اهداف آقای نتانیاهو دارن کار میکنن ببین من الان هوادار آقای نتانیاو هم تعارف هم با کسی ندارم مدافع اینم که آقای نتانیاو مواضع جمهوری اسلامی رو بزنه این موضع منه من زیر رو, رو ندارم خیلی حرفایی هم که اینا میزنن من غلامه چون اگه اینا هی من دیگه اینا هی بزنن و استایل هی جلیترش محکمتر اینا رو بزنن این که سناریو باب میل منه چرا ولی دارم اینو میگم چون دارم تحلیل میکنم چون کار من تحلیله تحلیل وضعیت موجوده یا اینا بخششون آنوسی هستن یا اگر آنوسی هم نباشن در راستای م... یعنی به خاطر ایدئولوژیشون که تونده رسما شدن مأمور اسرائیل و خیلی قشنگتر از منم دارن تاثیر میزنن چرا تو صحبت که من دارم میکنم بچه مذهبی ها و اینا الان رو من چیه گارد دارن الان حرفایی که من میزنم اونا گارد دارن دیگه پس تاثیر من رو نیروهای حزب الان کمتره چون گارد دارن رو من بیشتر از صحبت من یعنی این افراد تاثیر دارن روی مذهبی من از زمان قبل از محسمینی رو مذهبی ها تاثیر داشتم اینکه شما چند هزار تا بچه مذهبی رو از اسلام در آوردین چون تأثیر گذار بودم من الان تأثیر گذار روی مثلا شما آدمایی هم که ضد جمهوری اسلامی هم. الان بعد دو سال روی این بخش بیشتر تاثیر دارم این افراد تاثیرشون کجاست تاثیرشون رو خود بدنه حزب و بدنه حزب اللهی رو دارن تشویق میکنن بجنگیم بجنگیم ولان کنیم محکم و دقیقاً چیزی که نتانیاهو میخواد نتانیاهو در دنیا برای حمله به جمهوری اسلامی تنهاست و اینها دارن گام به گام کاری رو میکنن که آمریکا با تمام اختلاف نظرهایی که دولت بایدن با نتانیاهو داره گام به گام داره به نتانیاهو مجبور میشه نزدیک بشه در وعده صادق یک یادتونه دیگه وقتی که اسرائیل خواست بزنه آمریکا حسابی جلوشه گرفت اسرائیل یه دونه زد توی پایگاه هشتم شکاری اینا و قضیه تموم شد در وعده صادق دو آمریکا بیشتر نزدیک شد به اسرائیل گفت بزن اما نفتی و هسته ای رو نزن فقط نظامی رو بزن ولی نظامی رو بزن من هم کمکت میکنم و بعدش هم سیستم تاد آورد برای اسرائیل نزدیکتر شد در وعده صادق سه اگه اینو انجام بدن آمریکا از همین الان دیروز هم نشریه آکسیوس نوشت به اینا پیام داده گفته به هیچ عنوان جلوی اسرائیل رو نمیگیرم همین الان رئیس سنتکام توی اسرائیل جلسات دارن و اصلا بی 52 رو آورده یعنی چی و الان هم که نماینده یعنی وزیر امور خارجه عمان از مسقط قرار سفر کنه به جمهوری اسلامی پیامو ببره یعنی اینکه من حتی این دفعه شاید توی بخش تهاجم هم پشت اسرائیل باشم برنامه دل جدی تر میشه و اینها گام به گام اون چیزی که نتانیاهو چهل سال بهش نرسیده بود این تحلیلگرا جمهوری اسلامی رو دارن به اونجا میکشونن وارتا مرسی بابت استیکر انرژی دارن به اونجا میکشونن که آقای نتانیاهو دیگه تنها نباشه هم آمریکا بیشتر کنارش بیاد هم انگلیس بیار هم فرانسه و البته با عملیاتی هم که اسرائیل در خاک جمهوری اسلامی کرد هر سه کشور اردن و عربستان و کشور منطقه هم ریخت ای آقا جمهوری اسلامی اون ببره نبوده شاق بود اینا. ترس خود اسرائیل هم یه جوری ریخت ترس آمریکا هم ریخت که پس میشه با هواپیما رفت تو آسمان جمهوری اسلامی بمباران کرد درشون مالید یه دونه هم مثلا رو باستن بچه یه دونه خط هم کشید که علامت بذاریم یه امضا با چاقو بندازیم روی باستن بچه و باستن در حقیقه سفیر با جیلت زده ی آقای خامنه ای و اینا بعد سالم برگردیم یعنی ترسام ریخته شده و بخش قابل توجهی از این قضیه رو من زیر سر این دست از تحلیلگر را دارم میبینم آقای جمهوری اسلامی یا اینا بابت ایدئولوژی خیلی تندشون تو رو دارن به چاه میبرن که دمشون گرم یا این یه موسادی مأمور چه میدونم یه بخشی بالاخره دارن همکاری میکنن با اسرائیل که در شما بچه مذهبی ها نفوذ کنن شما رو اینجا بکشن حالا من چرا دارم میگم من کارم گفتم تحلیل من وابسته به هیچ جا نیستم و البته هر کدومش هم که باشه در راستای اهداف ما دارن این کارو میکنن ولی من اینجا تحلیل میکنم صرفا میگم فارغ از نیت خونی که اینا برای کی دارن واقعا کار میکنن یا ایدئولوژیشون اینجوری شده خیلی کورشون کرده یا برای کسی کار میکنن فارغ از اینا حرفی که دارن میزنن اون بخش برام مهمه که این هفت چرند است سخنانی که صالح علم داره میگه اینا حرفای چرند است صحبت های واقعا آخوندیسمه کل صحبت هایی که این جماعت دارن میگن یک مزخرف خالصه نه بابت اینکه بگم من خوبم اینا بدن که خب قطعا من خوبم اینا بدن اینا اصلا پشم صورت منم نیستن ولی واقعا خارج از این بحث های کل کل و بحث که آی من خوبم و خود شیفتم و اینام خاک تو سرن که اصلا واقعیت ماجرا اینه حرفی که اینا میزنن واقعا بسیار بسیار خارج از واقعیت میدانی است سخنانی که میگن به هیچ عنوان مبتنی در واقعیت ها نیست و اساسا بخشش کودکانه است منتها این صحبت کودکانه رو خیلی جدی و اکادمیک دارم میگن و من پشمام ریخته سوال ما از شما اینه واقعا اینا چی فکر میکنن اینا من نتونستم جواب پیدا کنم که اینا چطور میتونه جلوی دوربین یکی نگاه کنه بگه آقا ما بعد پاسخه من بعد از یک سال که توانایی جمهوری اسلامی دیگه یک بخشش الان حل شده برای ما دیگه یک یک سال نه میگم ما پدافند داریم نیروی پدافندیشون یادتونه قبل از عملیات اسرائیل ما پدافندامو ولا اونن الان هیچ کاری نکردن امروز یکی از تحلیلگرای معصبیشون اومد اعتراف کرد خیلی ممنون بیبی واسه بی بی هدیه برای دوستان اومد اعتراف کرد و آقا اسرائیل همه اهدافش رو زده احتمالا هم اومده ایران رو رفته یارو خودش سوپر حزب کارشناس نظامی بود داش میگفت داش یه خود واقعیت‌ها رو میگفت بس بر سر اینه که اینا چطور میتونن این حرفا رو بزنن اصل حرفی که دارن میزنن واقعا متعجب میکنه انسانو که آقا ما اسرائیل رو بزنیم اسرائیلی که الان معلوم شده قدرت نظامیش چقدره و شما معلوم شده قدرت نظامیتون بیشتر توهم و بیشتر هارت و پورت رسانهی و پروپاگانداست و واقعیت میدانی قدرت نظامیتون بسیار کوچکتر از دهانه ادعاتونه یعنی این قدرت نظامیت دهنه ادعات انقدره اینا مشخص شده با این توجه چطور شما میتونید این حرفا رو بزنید که آقا ما بزنیم اسرائیل کوتا میاد حالا معلوم میشه بالاخره زمان میخوره شما همونایی هستید که اسرائیل وارد خاک غزه میشه اسرائیل بالای دو سه نمیجنگه اسرائیل و و خط قرمز غزه هست. خط قرمز لبنان الان رسیدید خط قرمز تهران و همینجوری دارید میرید جلو فقط چیزی که هست به این تحلیلگرایی که این حرفا رو میزنن اینا من پرداختم و به اینا بگم که این نونا خوردن نداره کاری که دارید میکنید این چهارتا تا سربازی که کشته شدن مال ارتش یکیشون کادری بود سه تاشون ها اینا سرباز وظیفه بودن منم یه سرباز وظیفه بودم خونهایی که در آینده ریخته میشه آیا علیزاده تو لندن میتونی تحمل کنی خونهایی که در فردا ریخته میشه تو لندن تو چطور میتونی زندگی کنی این چرت و پرتایی که میگید بزنیم اون کوتاه میاد با توجه به این فاصله عظیم در حوزه فناوری و تکنولوژی که در از یک سال دیگه برای ما اثبات شده و اینجا مشکل از ادراک و ادراک بازی و در حقیقت فهم و استراتژی بازی و تاکتیک بازی نیست بحث بحث اینه که توانایی کلیت شما در چارچوب فناوری و تکنولوژی پایین شما هر چقدر ادراکت درست باشه هر چقدر استراتژی درست باشه وقتی که از بنیه دفاعی و بنیه نظامی و تکنولوژی و فناوری خیلی فاصله زیاد باشه قدرت اینو نداری حریف اسرائیل بشی مثال زدم یک خانم بکسوری که بهترین فنها رو بلده حریف یک مرد بکسوری که معمولی و فنی هم بلد نیست نمیشه چون اساسا قدرت بدنی اون مرد تمامی این استراتژی و تاکتیک و تمرینات این خانومو میتونه بهش غلبه کنه همون شده رفت این اصلا یک معادله نامعادل است این نامتوازنه حالا شما با فضای فکری که نه آقا ما مشکلمون الان استراتژیه نه آقا بهترین استراتژی هم داشته باشی حریف اون قدرت نیستی و کشته هایی که در آینده به وجود میاد گردن شما هست نگردن اسرائیل اسرائیل مجبور از خودش دفاع کنه جنگ اسرائیل هم جنگ حمله نیست این حرفی که اسرائیل به ایران حمله کرده چرند است اولا که ایران اینجا بحث نیست جمهوری اسلامی است و رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی است که ایران رو اشغال کرده دوما حتی حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی هم غلطه دفاع اسرائیل علیه جمهوری اسلامی اون چیزی که اتفاقاتی که در تهران رخ داد عملیاتی که اسرائیل کرد و پدافند روزات نامش حمله نیست نامش دفاع اسرائیل داره از مردمش از خودش از زندگی از کرامت انسانی برای اینکه اینا دیدی در هفتم اکتبر دیدیم چجوری کرامت انسانی رو زیر سوال بره چجوری زن بچه یهود و بچه یهودو کشتن چگونه میگفتن دنبال احکام کنیزداری بودن اون داره از کرامت خودش دفاع میکنه و اینجا ما چرا باید با این تحلیل هایی که این جماعت میدن وارد یک حرکت تروریستی عظیم بشیم و مردممون رو به کشتن بدیم هر کسی که از الان به بعد کشته میشه گردن شما اون چهار تا ارتشی هم گردن شماست با این تحلیل های غلطی که دادید و آقا بریم و پاسخ بدیم و اینا بگذریم شب و روزگار خوش تا فردا شب همتون رو به مزه ایران میسپارم پاینده ایران